سر یه تایمی الان اومدیم تو چیز بام زاگره وایستانیم، سر یه تایمی همه داشتم بالا رو فیلم میگرفتم، من هم داشتم این خنگا یه چیزی میداختم سر داشتم، نگو میخواستن یه چیزی منفجر کنن که آتش‌بازی بود چیزی، هیچی فیلم نتونستم بگیرم، من زیر شورتا برای خودم وایستاده بودم داشتم این خنگا نگاه اینا میکردم، همه بالا رو داشتن نگاه میکردن، فیلم نگاه میخواستم بگیرم. این هم چند تا توپ بای سر هم دیگه الان میخوام بریم تو این برجه بینیم میشه رفت چجوری داستانش، هر کی به یه زنگ آخر زمونه، هر کی به یه زبونی داره حرف میزنه. ببینیم چیز ببینیم میشه اینجا هزار نفر آدم اینجا هر کی به یه زبونی حرف میزنه. خب بیان همه فارسی حرف بزنیم چی کاریه؟ این هم کل زاگر زیر پا میشه. این هم کلی توریست. عجیب و خنده‌دار الان اینه که اینجا دوباره ما اونجا پاسپورتمون رو کنترل کردن که از اسلوونی اومدیم بیرون، اینجا پاسپورتمون رو دارن کنترل میکنن، داریم میریم تو زاگرب. از این کوچه که اومدم بعد ببینیم چی میبینیم، خودتون ببینیم. خب رسیدیم سر جا اولیم. چقدر جالب اولین چیزی که دارم میبینم، راننده نداره، وسط خیابونه یه جا پارک میکرده. خب جدی واقعا؟ بعد بهش گفت پول دادم یورو، گفت نه یورو نه، گفتم باشه پس چه کارت میکشم، گفت بکش، گفتم خب باشه. آقای فندق کجوری اینجا هم قشنگ معلومه، اون پایین هم نفهمیدم اینا چیه، اون خوابه هم نفهمیدیم چیه، امروز روز نفهمیدنه. کنا مثلا یه دونه اسمرینوف، ای یوروش هم زده، 3 ساعت من دارم حساب کتاب میکنم، همین چی انگار یوروش هم زده. چقدر من شودم. خب اولین چیزی که آدم نظرش رو جلب میکنه اینه که اینجا نوشته بله، البته وسط یه همه آشغال، من نمیدونم این داستانش چیه، داخل اون پاساژ فکر کنم باید میرفتیم. سو بریم ببینیم چیه. پرچم کرواسی و اروپا. خب ببین این مجسمه اون مجسمه است، نگاه کن اینجا، این اون چیز است، اون کلیسا است اون پشت، درست شد تا حالا؟ خب پس در نتیجه من میخواستم اول برم اینو ببینم، بعد اینو ببینم، بعد بیایم اینجا، چون این قسمت اون خیابونه اونجا پر از چیزای باحاله، اون یک اصلا این خیابون طولانیه. خب پس در نتیجه نمیدونم، اول یه سابسکرایب کوچیک بکنین کسایی که سابسکرایب نکردن، بعد لطف میکنین ممنون، یه دونه زنگوله همون بغل بوده، زنگوله این که یه چیزی که آپلود کنم شما هم بتونین سریع ببینین. نمیدونم داستان این چیه، اینجا کرواسی اروپا رو زده توی خونه با حال قشنگ، و اونور یارو علجش اومده یونان و اروپا رو زده تو اون خونه با حال قشنگ. بکنم دوتا همسایه هم با هم لج دارن، یکیش کرواسی یکیش چیز یونانیه. جالبه که سیستم امن و نقل کرواسی رو نشونه میده گوگل مپ، الان که نشون نده، فقط با پیاده میشه رفت، ولی اون سوارمون تاکسی سوارمون قطار شدم، هتل من هم همین بغل یه دقیقه دیگه اون ورتر هتل میشه، های هتل. خب
ولی ساختموناشون مثل همون اسلوونی اینا همون شکلی درست کردن، شاید هم اسلوونی شبیه این درست کردن. بعد چقدر ریل چیز همجور قطار همجور پشت سر هم دیگه قطار میاد میره. بعد پولشون هم چیز نیست، پولشون هم یورو نیست. اینجا چیه؟ یه جوره شبیه متروه ولی پاساجه؟ الان این پاساجه زیر زمین؟ چه کاری؟ خود روز همین میساخته اینش حداقل دلمون باشه. پر از هندی و پاکستانی ها. یعنی تا از اون موقع که من اومدم زبون ملیشون انگار هندی پاکستانی ها. ببینید دارم چی کار میکنم؟ اومدم اینجا ببینم واحد پولشون KOM ه. رو همه چی KOM زده. یورو تو KOM چقدر اصلا قیمتش؟ کرواسیان کونا. اسم مقاله پولشون کوناست. یه یورو 751 کوناست. سفر رو داخل کرواسی ادامه میدیم. بعد از سه تا کشور دیگه 20 دقیقه باید راه برم که برسم به جای دیدنش. بعد خودش خب بیخیال میشیم برمیگردیم. فقط میخواستیم برمیشیم خودش یا نه آدم فوزی. آره این مجسمه رو من دیدم. این دومین جای باحال چیزه. اوه کلیسا رو از اینجا ببینیم. این کوچه کجا میگه؟ ده این قطار شده کاواسکادو کردن انگار. یه نونباگه پیچه جالب اونم پرچم کرواسی. خب این مجسمه هم مجسمه یکی پادشاه. چرا قطاراشون اینجوری هم؟ خب الان دست راست میتونیم بریم و دست چپ میتونیم بریم. به نظرم اگه نظر ندارم بهتره اول بریم. بریم اول اینجا. چقدر سقفاشون قشنگه، یعنی رنگ بندی طرحش با این خیلی از اینجا دیدش قشنگه. چقدر این آینه است سبکش اینجوریه. بعد بریم شهر رو ببینیم. اینا آب نواد نیستن، این درختن. این کل زاگربه. ما الان کجاش میشیم؟ ما اون وسطی، اون کلیسا وسطی رو میبینیم و اونجا این قشنگ روبرو وسط. چه بزرگه. برای همین میگم نقشه شو چه اینقدر ریس کردی. چه باحاله اینجا. پر از چیزای سهم صندلیاشون تازه میخوام پهن کنن. میگه او مریضی که اینو کشیده منظورش چی بوده؟ ترسنه که قیافه یارو اصلا الان حواس پیتزا نکردم. دارم غذا دریایی میخواد، اگه نه استیک. فکر کنم دارم درست میرم. همه یه مش فلش اینجاست. هر جا من فلش میبینم دیگه همون سمتی میرم. ولی به این دقت کنیم. هی میگم چرا اینا همه رفتن ولی یه تورن. چه باحال کجا نشسته داریم خونه.
دست و دل خالی خدا وکیلی کوچه رو نگاه کن اگه این آقا بذاره. Thank you. این برش میاد اینجا، این برش هم اینجاست. یعنی آخرت کوچه نیست به نظرتون؟ نگاه در رو. آه نامه که برش اومده مال 120 سال پیشه. این صدا فکر کنم چیز دیگه، این کرواسیه. تو نگاه طرف کجا خونه ساخته. همه اونجا که رفتم بالا امید این که برگشتش سرازیری باشه پله شد. پله خیلی بدتر از سربلاییه. فکر کنم کم کم کوچه قبل باریک بشه که بار دیگه سینه خیز رد شد. آقای ادیتور دست به این چیز نمیزنی عقب جلو نمیدونم تندو چیزش بکنی. کوچش خیلی باحاله به نظر من، خیلی جالبه. عجیبش اینه که اینجا باید پیاده شیم پاسپورت همونو کنترل کنن، در این توی صف عریض و طویل. ماشینا که اونجا، این هم اتوبوس همونه، ولی ما باید پیاده می شدیم که الان شدیم، بعد بریم اونجا پاسپورت همونو کنترل کنه. خب میتونه بیا تو اتوبوس پاسپورت ها رو چک کنه، مگه نبود سوئد، نروژ، دانمارک، کلی جایی که من رفتم هر دونه دونه می اومد تو اتوبوس چک میکرد. یه نفر کلی مشکل مثل این که داره نمیدونم چی، نه یه ساعت وایسادیم براش.